خب تو ویدیو قبلی با هم دیگه در مورد تعریف جریان نقدینگی درآمد و هزینه صحبت کردیم حالا میخوایم با هم دیگه چند تا نمونه یا چند تا مثال رو ببینیم در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که جری... کدوم و... وا... درآمد نقدینگی حالا چه ورودی چه خروجی و یا هزینه منظور می شود بریم جزئیات رو با هم دیگه ببینیم منتها من برای اینکه در مورد صحبت بکنیم به جای اینکه روی این اسلاید صحبت بکنیم ترجیح میدم که تک تک موارد رو بنویسم روی صفحه با همدیگه ببینیم و در مورد صحبت بکنیم بیم اول از در واقع موضوع وام صحبت بکنیم شما میرید بانک وام میگیرید 100 میلیون تومن یا 100 واحد پولی یا هر چیزی وام میگیرید این وام آیا شما میتونید برید خونه شب بگید که من 100 میلیون تومن درآمد داشتم نه شما صرفا 100 میلیون تومن میتونید بگید که کشین داشتید به نوعی نقدینگی ورودی یا کشین داشتید فرض کنیم این وام نه کارمز داره و نه سود داره شما سه ماه بعد عین صد میلیون تومن رو به بانک چیکار میکنید برمیگردونید اینجا چیکار چه اتفاقی افتاده اینجا از حساب شما کشاوت اتفاق افتاده چه به عنوان فرد چه به عنوان پروژه هزینه مساوی صفر درآمد هم مساوی صفر فرض کنیم یک کارمزد چهار درصدی از شما گرفته میشه به محض اینکه وام به شما داده میشه پس شما میتونید بگید که من 100 میلیون تومن گرفتم 96 ببخشید 4 میلیون تومن هزینه تأمین مالی دادم و انتهای ماه سوم هم 100 میلیون تومن به بانک در واقع چیکار میکنم برمیگردونم این کشینه این کشاوته این کاست یا هزینه شما یا هزینه تأمین مالی شماست مقطع وام گرفتن میشه چی؟ میشه کشین شما اتفاق افتاده و هزینه چهار میلیون تومنی یا کارمزد چهار درصدی رو به عنوان هزینه تأمین مالی پرداخت کردید کشات شما چیه؟ کشات شما 100 میلیون تومن اون موقعی است که دارید چیکار میکنید پول رو برمیگردونید کشین کشات و این هزینه بانک هم میتونه بگه من چهار میلیون تومن درآمد داشتم این صد میلیون تومن درآمد شما نیست و این صد میلیون تومنی که کشات اتفاق میفته هزینه شما نیست هزینه شما صرفا چقدره چهار میلیون پس من وقتی وام میگیرم درآمد یا هزینه ای در هنگام دریافت و بازپرداختش ندارم کشین و کشاب دارم اما اگر کارمز یا سودی رو به عنوان هزینه تامین مالی لازم باشه بپردازم اون کارمز یا سوده میشه چی میشه هزینه ای من شما یه قرارداد میبندید به مبلغ هزار واحد پولی کارفرمای شما به محض انعقاد قرارداد 20 درصد مبلغ قرارداد معادل 200 واحد پولی رو در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی به شما چی کار میکنه؟ به شما میپردازه آیا شما دیویس واحد پولی درآمد داشتید؟ نه شما دیویست واحد پولی چیه؟ کشین داشتید نقدینگی ورودی داشتید کارفرما اعلام میکنه که این 20 درصد به تناسب از صورت وضعیت های شما کسر خواهد شد خب شما یه صورت وضعیت یه اینوایس انتهای ماه اول یه اینوایس صد واحدی میدید به شما هشتاد واحد پولی پرداخت میکنه پرداخت یا کشین کل این صدتا رو تایید میکنه تیک میزنه اما چیه؟ هشتاد تا به شما میپردازه بیس درصد استهلاک این در واقع پیش پرداختی است که به شما داده یعنی در واقع میاد این صد درصد صد واحد پولی رو 80 درصدش که میشه 80 واحد پولی رو به شما میپردازه از مطالبات شما یا به نوعی از پیش پرداخت شما 20 واحد پولی کم میکنه اگر یه روزی شما با همدیگه دعواتون بشه یا بخواد قرار و ترمینیت بکنه شما بابت پیش پرداخت 200 تا تل... بدهکار نیستید بابت پیش پرداخت فقط 180 تا بدهکارید چون اومده چیکار کرده 20 تاشو توی این اول یا توی صورت حساب اول از شما کسر کرده اینجا درآمد شما در انتهای ماه اول چقدره؟ 100 واحد پولیست اما مجموع نقدینگی ورودی شما چقدره؟ دو تا به اضافه 80 تا میشه دو و۸ واحد پولی. میبینید درآمد 100 تاس مجموع پولی که شما دریافت در کردید دو تا ۸ واحد پولی. از این 280 تا 100 تاش درآمد 180 تا شما بدهکارید به نوعی به کارفرماتون بعدا در واقع اگر لازم باشه میتونه ضمانت نامه بانکی شما رو به اجرا بذاره و از شما چیکار کنه پولش رو پس بگیره خب همین مثال داشته باشیم کارفرما میاد چیکار میکنه کارفرما تو قرارداد شما مینویسد از هر پرداخت ده درصد حسن انجام کار کسر می شود شما صد واحد این ویس کردید این این ویس هم تایید شده 20 درصد معادل 20 واحد پولی بابت استهلاک پیش پرداخت ازتون کسر میشه ده درصد هم معادل ده واحد پولی تضمین حسن انجام کار اینجا چقدر بهتون پرداخت میشه؟ هفتاد واحد پولی مجموع پرداخت چقدره؟ ببخشید دیویسته به اضافه هفتاد میشه دیویست و هفتاد واحد پولی شما چقدر بدهی به کارفرماتون دارین اگر همین امروز قرار داده شما بخواد خاتمه پیدا بکنه باید 180 واحد پولی بابت پیش پرداخت که مستحلک نشده بهش برگردونید و 10 واحد پولی هم به عنوان تضمین حسن انجام کار اینجا انجامش جا افتاد حسن انجام کار در واقع چیه از کارفرماتون بگیرید درآمد چقدره؟ درآمد صد واحد پولی نقدینگی انتهای ماه اول هفتاد واحد پولی ورودیش نقدینگی ورودی کلتون چقدره؟ دیویست و هفتاد واحد پولی میبینید یک قرار داده نقدینگی ورودی و درآمد شما مطلقا با همدیگه رفتارهای یکسانی چیه؟ نداره یه نمونه دیگه شما می میرید هزار واحد پولی پول میدید مثلا فرض بفرمایید میلگرد میخرید در واقع شما هزار واحد پول رو تبدیل کردید به معادل هزار واحد میلگرد در یه شرایط آرمانی میتونیم بگیم که این هزار واحد میلگرد هر وقت بخواید دوباره میتونیم بفروشین اگه هیچ هزینه هم لوچه وچه وچه و چه و چه بهتون تعلق نگیره تبدیلش کنید دوباره به پول پس این دوتا با هم دیگه قابل تبدیلن. نصف این میلگرد رو مصرف میکنید میباید میذارید تو انبار نصف این میلگرد رو در انتهای ماه اول مصرف میکنید میتونیم بگیم روز صفر کشاوتمون چقدره نقدینگی خروجیمون هست هز هزار هزینه یا کاستمون چقدره صفر انتهای روز سیوم کشاوتمون صفر کاستمون چیه؟ پونسده حالا اگه این رو با هم دیگه جمع بکنیم میتونیم بگیم تجمعی تا انتهای ماه یک هزار واحد خروجی داشتیم 500 واحد هزینه کردیم رفتارشون با همدیگه کاملا میتونه چی باشه متفاوت باشه شما میاید برای کارفرماتون کار, کار میکنید همون مثالی که داشتیم 100 واحد پولی اینوایس میکنید 20 درصد ازتون کسب میکنه بابت پیش پرداخت 10 درصد بابت هزینه انجام کار باید مانده مانده قابل پرداخت چقدره 70 واحد پولی اینم 30 واحد کوشورات به شما به هفتاد واحد پولی پنجاه واحد میپردازد میگه آقا جان من پول ندارم به شما هفتاد واحد بپردازم پنجاه واحد میپردازم اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا درآمد همون سبتاست نقدینگی ورودی یا کشین پنجاه تاست یا به عبارتی دیویست به اضافه پنجاه این تجمعیه این مال ماهه مطالباتمون میشه چقدر میشه 20 به اضافه یه ده واحد این ده واحد همون حسن انجام کار است اینو آخر پروژه میپردازه یا اونطوری که تو قرارداد نوشته شده اما اینو باید همین الان میپرداخت اما چیه چون پول نداشته نپرداخته پس این مطالبه نزدیک منه این دور منه اینجا همون ارزش زمانیه یا فاکتور زمان هم به نوعی میتونه واردش بشه من این ده واحد پولی رو میدونستم که آخر پروژه بعد از سه سال قرار دریافتش کنم اما این 20 واحد پولی رو برنامه ریزی کردم و همین امروز بگیرم اگه الان نگیرمش باید برم وام بگیرم یه کارمز یا یه سودی تا روزی که کارفرما به من یا از یه جای دیگه این منبر رو چیکار کنم تعمین بکنم یه مفهوم دیگه خرید دارایی سرمایه‌ای شما میرید یه دستگاهی رو دستگاه خم و برش نیخرید دو هزار واحد پولی چه اتفاقی افتاده هیچ یه کش آوت دو هزار واحد پولی چیه داشتید کشین چی نداشتید هزینه نداشتید و در واقع چیکار کردید این داراییتون رو از پول نقد تبدیل کردید به دستگاه خمو برش یک سال استفاده می کنید از شما اینو 1700 واحد پولی میگن میخریم حالا هنوز نفروختیدش اون 300 تا چی شده اون 300 تا در واقع هزینه استفاده شما از این دستگاه از این منبع هستش درسته که کامل استفاده نشده اما پارشیالی 300 واحد اومدید استفاده کردید این 300 واحد در واقع هزینه شماست حالا اگه فروختیدش که کشینش کشات شما، کشین شما میشه چی 1700 اگه نفروختیدش فقط انتهای سال میگید استفاده از این دستگاه هزینه معادل 300 واحد پولی برای من داشته که اسمشو هزینه استهلاک هم میذاریم اما کشاوت متناظر چیه؟ نداره استهلاک نقدینگی خروجی متناظر ندارد یکم پیچیده شد درسته شما در دو, دو, هزار واحد پولی داشتید این دو هزار واحد پولی رو میایید در واقع چیکار میکنید میایید در واقع تبدیلش میکنید به یه دستگاه خم برش استفاده ازش نکنید میتونید همون دو هزار واحد پولی من فرض کنیم تورم نداریم خیلی سادک سازیش کردم اینو دو هزار واحد پولی میتونید دوباره بفروشیدش داراییتون رو تبدیل کنید به و ازش یه سال استفاده میکنید میان به شما میگه ارزش این 7700 تاست مفهومش چیه مفهومش اینه که من در واقع 300 واحد پولی از ارزش دارایی کسب شده که میتونه بگه هزینه یه هزینه استهلاکه نقدینگی خروجی متناظرم نداره میتونم بفروشمش یه کشینه چیه متناظر 3700 صد... واحد پولی داشته باشم اما متناظر این 300 واحد پولی هیچ کشاوتی چیه نداشتم میبینید که رفتار کشین کشاوت درآمد هزینه میتونه کاملا با همدیگه چی باشه متفاوت باشه این رو عرض کردم روش یه تمرکزی کردم بابت اینکه وقتی میخوایم چه به مثالمون بپردازیم چه به فرایندهای مدیریت هزینه و بعد در واقع اجزای دیگر بپردازیم یادمون باشه که این رفتارهای متفاوت یا در واقع الگوهای رفتاری متفاوت هزینه و درآمد و نقدینگی نباید ما رو گیش کنه هر کدوم رو باید در جای خودش در واقع شناسایی کنیم مدل کنیم به رسمیت بشناسیم و سعی کنیم مدیریتش تو ادامه بحث ما در مورد فرایندهای عمومی مدیریت هزینه با هم دیگه گامهای ف... گام های ششگانه ای که فرایند عمومی مدیریت هزینه داره بحثمون رو شروع میکنیم و همونطور هم که قبلا گفته بودم یه جاهایی هم گریزی میزنیم انشالله به پروژه نمونمون امیدوارم کماکان کم با ما همراه و هم داستان باشید فعلا خدا نگهدار